صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف طی بیانیه ای اعلام کرد حدود دو میلیون و دویس هزار کودک در یمن دچار سوء حاد شدن و نیاز به مراقبت فوری دارند یونیسف افزود در حال حاضر دست کم 462 هزار کودک یمنی از سوء خیلی شدید SEM رنج میبرند که این تعداد حدود 200 برابر نسبت به سال 2014 افزایش داشته و یک میلیون و هفتصد هزار کودک یمنی دیگر نیز دچار سوء تغذیه حاد نسبی هستند بر اساس این بیانیه وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه در استانهای الحدیده سعده تعز حجه و لهج از نقاط دیگر این کشور بدتر است دکتر مرتی تکشل نماینده یونیسف در یمن در این باره گفت سو تغذیه در یمن همیشه زیاد و روبه افزایش بوده ولی وضعیت سلامتی کودکان این کشور هرگز به میزانی که اکنون دوچاران هستند فاجعه بار نبوده است به افزود خشونت و درگیری دستاوردهایی را که در دهه گذشته به دست آمده بود معکوس کرده است و با شیوع بیماری هایی مانند وبا و سرخک و محدودیت مراکز درمانی فعال تعداد زیادی از کودکان جان خود را از دست دادهاند رلانو در پایان گفت ما از همه احزاب درگیر در جنگ می خواهیم دسترسی نامحدود ما به کودکان نیازمند در سراسر کشور را ممکن سازد تا بتوانیم کمک ها و خدمات لازم را به آنها ارائه دهیم و خدمات بهداشتی یمن را تقویت کنیم. کشور یمن از فروردین ماه سال گذشته مورد حجوم همه جانبه عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر قرار گرفت تا قدرت در این کشور به رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن بازگردانده شود. این حملات همچنان ادامه دارد و نه تنها بیش از 80 درصد از زیر های یمن را نابود کرده بلکه بیش از سی هزار تن نیز جان خود را در این حملات از دست داده و یا مجروح شدند.